سلام آیا درنگ خوب باشین اومدم یک سری حرکت رکیک بهتون یاد بدم که خودم اسمش گذاشتم ترفندهای های هنری که شما اگر اینا رو یاد داشته باشین اگه یه جایی از کاراتون خرابکاری کردین خیلی بهتر میتونین درستش کنین یا این کارا رو انجام بدین که اصلا به اون خراب قسمت خرابکاریه نرسه واقعا خیلی بده که من دارم اینا رو بهتون یاد میدم چون آدم باید نه حرفی باشه که این کارا رو نکنه ولی به هر حال باید اینا رو یاد داشته باشین بریم با اولیش اولیش اینه که دیدیم بعضی کار ماژیک انجام میدم بعد ماجیکاشون هم پررنگه یعنی مثل همین ماژیکی که من دارم میکشم با رنگ و با اعتماد به نفس کامل ماجیک رو فشار میدن و کارشون رو انجام میدن و شما مثلا میپرسین که دفتر چیه یا مثلا اینکه که چجوری ماجیک به صفحه دوم نمیزنه و چجوری کارت خراب نمیشه و از این حرفا یه نکته اینکه درستش درستاشم بهتون میگم بچه درستش اینه که شما از دفتر مخصوص مارکر استفاده کنید ولی یه وقتی هست شما خب این دفتر مخصوص مارکر رو نداریم باید چیکار کنید؟ باید این کار انجام بدهیم باید یه دونه مقوای نساتن زخیم پشت ورقتون بذارید حالا هر گرمی که میخواد این کاغذتون داشته باشه بذارید که تمامی این جوهرهایی که از ماژیکتون میفته بمونه اینجا و به این کاغذ اصلیتون نخوره بریم بعدی یه وقتی هم هستش که کار آبرنگ انجام میدیم بعد تو حین کار آبرنگ مثلا وقتی کار رو نهایی میذاریم همه فکر میکنن که چقدر شما الان توانایی کار آبرنگتون خوب و عالی و این هست ترفند دومی که میخوام بهتون یاد بدم به خدا خیلی کار بردی شما یه دقیقه گوش کن <laughs> اینه که یک جاهایی از ورق باد میکنه یا یه جاهایی لکه میشه اونجاها رو چه کار میتونید بکنید میایم نزدیکترین مداد رنگی به اون رنگ به اون محدوده رنگیتون رو انتخاب میکنین و خیلی آروم و ملایم روی قسمت هایی که لک افتاده میکشین خیلی خیلی آروم به صورت گردشی چرخشی میگم گردشی به صورت چرخشی که اون لکه ای که اینجا ایجاد شده بود از بین بره و این دیگه باعث میشه که وقتی کسی کار آبرنگ شما رو داره نگاه میکنه بگه عجب تکنیک آبرنگ خوبی دارید کار میکنید حالا درستش چیه؟ درستش اینه که شما میزان آب داخل قلم موتون رو به قدری بردارین که یک دفعی حجم آب روی این کاغذتون یا مقواتون زیاد نشه که بخواد لکه بیفته یا زمانی که رنگ ها رو میخواین با هم تلفیق کنین انقدر به سرعت اینا رو تلفیق کنین که یک تیکش خشک نشه یک تیکش سفید بمونه و بعد باعث بشه که لکه ایجاد بشه مورد بعدی بعضی وقتی که دارن کار میکنن میگن که کار ما خیلی کثیف میشه خیلی سیاهی پخش میشه و باعث میشه که من نتونم خیلی خوب کار کنم کار خیلی, خیلی تمیزی داشته باشم کاری که باید انجام بدین چیه؟ اینه که وقتی دارید کار میکنین یه کاغذ سفید زیر دستتون بذارید و بعد شروع کنیم به کار کردن به خاطر چی؟ به خاطر که اون سیاهی روی کاغذ شما از استکاک این قسمت دستتون روی کاغذ و مقواتون اتفاق میافته و باعث میشه که کارتون کثیف بشه ولی وقتی این کار رو انجام میدین دیگه اون اتفاق نمیافته و باعث میشه که شما یه خروجی تمیز و مرتب داشته باشین و دیگه نگران این نشین که کارتون الان توی مرحله کسیف شد و مورد آخر یه وقتی هستش که یه کار ماجیکی انجام دادین ولی ماجیک متریالی هستش که وقتی شما خراب میکنین کارتون رو باهاش هیچ جوره نمیتونین درستش کنین اون موقع چی کمکتون میکنه؟ اکریلیک وقتی شما اکریلیک یک رنگ حجمی رو بیارید روی یک رنگی که به این صورت هیچ جوره پاک نمیشه چون حجم پوشانندگی داره باعث میشه که بیاد و اون ایراد کارتون رفت بشه دیگه اگر بعد از اکریلیک باز هم خراب کردین دیگه من هیچ ترفندی ندارم که بهتون یاد بدم تموم شد رفت